شاگردای عزیز سلام، حنیفه هستم از مکتب رویای بزرگ معلم ریاضی شما. درس امروزی ما به ادامه درس قبلی درس هفتم ما شماست. در درس قبلی ما شما یاد گرفتیم که چگونه اعداد بنویسیم، چگونه اعداد نوشتن و خواندن و اینایش یاد بگیریم که قبلا به شما کار کرده بودم و شما اعداد در مجموع از یک شروع کرده بودیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو تا نوره. بقیه ما و شما اعداد نخونده بودیم. در درس های آینده انشالله هم گیش میخوانیم، شما درس ها رو متوجه باشیم، تعقیب بکنیم. بعد از اینکه ما اعداد یاد گرفتیم، جمع کردن یاد گرفتیم. جمع کردن یعنی یک جا کردن که با ای علامه نشان داده میشد. علامه های خرد و بزرگ یاد گرفتیم که یعنی کدام عدد از کدام عدد ما بزرگتر است. دیره یاد گرفتیم که در اینجا نشان میتونم ما یک عدد پنجه داریم و این طرف هم عدد چهاره داریم. پنج بزرگتره یا چهار؟ طبیعی که پنج بزرگتر است. چهار داریم، یکی سر چهار اضافه میکنیم میشه پنج. علامه خرد بزرگ استفاده میکنیم که یعنی پنج بزرگتر است چهار است، یا چهار کوچکتر است پنج است. در جمع ما شما علامه جمع یاد گرفتیم، مساویر یاد گرفتیم، یعنی یک جمع یک مساوی میشه با دو. خرد بزرگ یاد گرفتیم. و درس گذشته ای که داشتیم علامه چی بود؟ تفریق یا منفی یا کم کردن. میشه در اینجا هم ما و شما بگوییم تفریق، هم منفی و هم کم کردن. همیشه اعداد را که میگیم اعداد از هم منفی بکنید یا اعداد تفریق بکنید، شما آنن متوجه میشین که ما یک عدد یا چند عدد از چند عدد دیگه کم میکنیم، یا همی تو میوه داریم یک چند میوه را از میوه دیگه کم میکنیم. بازم با تعقیب درسای گذاشته ما و شما جمع و منفی را کار میکنیم، هم جمع کار میکنیم هم منفی کار میکنیم. در این درس ما همیشه کلگیش متوجه باشیم که چی از علامه جمع است، اعداد جمع شده و همچنان صفر. صفر باید یاد بگیریم که صفر چی است. زمان که شمارش اعداد یا خواندن اعداد ما شما شروع میکنیم، همیشه از یک شروع میکنیم، ولی قبل از یک اعداد دیگه داریم، یعنی یک جمع اعداد هم نیست، چی است؟ صفر است. اینجا متوجه باشیم چهار دانه ناک بود، چهار ناک جمع یک ناک کرد مساوی به پنج ناک، یعنی در بشقاب اول چهار تا ناک بوده، بعدا یک ناک دیگر از این بشقاب دیگه میگیره سرش اضافه میکنه، پنج دانه ناک میشه. در اینجا بشقاب خالی است، یعنی صفر، هیچ چیزی نیست. زمانی که هیچ چیز نداشتیم یا عدد نداشتیم یا شی نداشتیم، اونجا ما شما کدام عدد استفاده میکنیم؟ از صفر استفاده میکنیم، یعنی هیچ چیز نیست. صفر یعنی هیچ. صفر است علامه جمع جمع پنج، یعنی بشقاب خالی که هیچ چیز نداره. در بشقاب دیگه ما شما پنج دانه ناک است، صفر جمع پنج کرده، پس خودی پنج. یعنی هر عددی که در اینجا متوجه باشین، هر عددی که جمع صفر شوه یعنی جمع هیچ، خودی عدد است، چون اینجا صفر ما هیچ. در اینجا ببینین صفر است، در این طرف هم چار داریم، صفر جمع چار، چند؟ خودی چار. آفرین، چون عدد نیست که جمع کنیم با چار که زیاد شوه. هیچ چیز نداریم، هیچ است. هیچ که با عدد جمع شد پس خودی عدد، یعنی صفر جمع چهار خودی چهار.
باز هم عدد 5 داریم. 5 باز هم جمع 0 کرده. چند شده؟ خود 5. آفرین. یعنی چیزی نداریم که جمع کنیم، اضافه کنیم تا از 5 اضافه شد. اینجا باز هم 0 جمع 3، خود 3. 7 جمع 0، خود 7. در اینجا ما این چیزی که بر شما نشان داده، در این قسمت ما شما 3 نقطه یک بشقاب داریم، 2 تا نقطه بشقاب دیگه داریم. اینا را کل گیش جمع میکنیم، در یک بشقاب اضافه میکنیم. یعنی 3 تا نقطه، 2 تا نقطه میگیریم، سر 3 نقطه دیگه اضافه میکنیم، در یک جای چند میشه؟ 5. باز هم 3 تا نقطه داریم، بشقاب ما بیخی خالی است، هیچ چیز نداره، یعنی 0 نقطه. پس اینمی سه تا ناگه میگیریم در یک بشقاب دیگه میمانیم. جمعی از یک بشقاب. چند شد؟ پس خود 3. چون در یک بشقاب خود ما چیزی نداشتیم. ناگ دیگه نداشتیم. سر از اضافه کنیم. تا اینجا بانیم یا 4 تا ناگ شد یا 5 تا ناگ. پس خودی 3. دیده میشه و یاد داشته باشین که هر عددی که جمع 0 شد خودی عدد است. دو داریم. دو جمع 0. خودی تو. 6 جمع 0، خودی 6. 0 جمع 1، باز 1. 0 جمع 8، خودی 8. شاگردای عزیز، نازنین همیشه کوشش بکنین که درس ها را دقیق متوجه باشین. درسی که بر شما داده میشه درس ها را در خانه تکرار بکنید، قلم کتابچه بگیرید، سوال ها را حل بکنید. همیشه از در قسمت نوشتار خود از قلم پنسل استفاده بکنید. چرا پنسل؟ به خاطر که هر عدد اگر جمع کردین یا منفی کردین یا کم کردین که عدد شما اشتباه شد، میشه با پنسل پاک پاک کنید، باز دوباره اثر نوشته کنید که کتابچه تانم زایه نشه و کتابچه تانم زیاد خراب نشه. اگر با خودکار کار بگیرین نمیتونین پاک کنین، بنابراین باز کتابچه شما زایه میشه. اینجا متوجه باشین 5 داریم، از 5 3 را کم میکنیم، یعنی تفریق میکنیم، منفی میکنیم. 5 افغانی از 3 مصرف کردیم، چند باقی ما؟ چند؟ 2. آفرین. عدد 4 داریم، از 4 2 را کم میکنیم، چند باقی میمونه؟ 2. بسیار ببخشید، اینجا ما و شما هم به من نمیگین که علامه رو باید متوجه باشید. ما و شما اینجا علامه جمع داریم، اینجا علامه منفی. یه قسمتی که ما بر شما حل کردم و تیر شدم، شما هم به من نگفتین که اینجا ما و شما علامه جمع داریم، یعنی نمیشه که ما ایره منفی بکنیم. بنابراین چی میکنیم؟ جمع میکنیم. 4 داریم، دور سرش اضافه میکنیم، چند میشه؟ میشه 6. همیشه شاگردای عزیز دوست داشتنی علامه ها را متوجه باشید. من اینجا علامه را نگفته تیر شدم، شما هم به من یادآوری نکرد. ما و شما 2 داشتیم همراه 7، یعنی 7 افغانی پیش خود داریم، 2 اضافه میکنیم، یا 2 داریم 7 دیگر اضافه میکنیم، یعنی جمع میکنیم با هم. 7 و 2 چند میشه؟ 9. آفرین. حال خوش شما شاگرده عزیز، یعنی درس ها یک مقدار باید زود زود جواب بدین، چون علامت ها رو خواندین، اعداد خواندین، نوشتن و خواندن چه یاد گرفتین، اعداد باید زود زود جواب بدین تا ما سوال میکنیم شما باید جواب شه پیدا بکنیم. اینجا ما 7 افغانی داریم، از 7 افغانی 4 افغانیش مصرف میکنیم. علامه متوجه باشین، علامه چی است؟ منفی. 7 افغانی داشتیم، 4 شما مصرف کردیم، چند باقی مان؟ 3. آفرین. باز هم 5 افغانی داریم، به خاطر که میخواییم در مکتب قلم بخریم یا کتابچه پنسل باک با خود بخریم،
که کلگیش 8 افغانی میشه و 3 افغانی دیگه هم نیاز داریم. زمانی که 3 افغانی مادر ما به ما داد، 5 افغانی داشتیم، 5 و 3 رو با هم جمع کردیم، یعنی یک جا کردیم. چند افغانی ما داریم اینجا؟ 8. آفرین. همیشه علامت ها رو متوجه باشین و کوشش کنین که زود جواب بدین، یعنی هرچی که زودتر جواب بدین، زودتر متوجه شوین، زودتر به نتیجه میرسید. در اینجا ما و شما عزیزا چند داریم؟ عدد 8 داریم. 8-2، یعنی از 8 2 رو کم میکنیم. چند باقی میمونه؟ 6. چند باقی ما؟ 6. ده خانه خالی یا ده علامه کنج داده بر شما، شما کدام عدد نشته میکنین؟ 6. ده اینجا 5 است. با 5 3 را جمع میکنیم، یعنی یک جا میکنیم. 5 و 3 که با هم جمع شود ده خانه خالی چی می؟ کدام عدد؟ 8. آفرین. 5 و 3 8. 7-2 میکنیم، یعنی از 7 2ش کم میکنیم. چند باقی میمونه؟ 5. در اینجا شاگردای عزیز متوجه باشین که خانه خالی به شما داده، علامه جمع داده و عدد 5 داده. مساوی شده، یعنی حاصلش 9. شما اینجا 5 دارین. با 5 کدام عدد جمع کنین که حاصل جمع شما 9 شود؟ چی میکنیم؟ سر 5 4 اضافه میکنیم. کدام عدد؟ 4. 4 که سر 5 اضافه شد چی میشه؟ 9. اینجا بر شما عدد 5 داده شده، علامت منفی 3، یعنی 3 را از 5 باید کم بکنیم. در خانه خالی چند نشته میکنیم؟ مساوی 2. چرا 2؟ به خاطر که 5 داشتیم، 3 را از 5 کم کردیم، ما 2. باز هم خانه خالی داریم، 2 داریم، منفی 2 مساوی 6. شما عدد را پیدا کنین که از او عدد 2 ش کم کرده باشیم و حاصلش به ما و شما 6 مانده باشه. چند روپه داشته باشین که از او 2 روپه یا 2 افغانی شا کم بکنین، 6 افغانی بر شما باقی مانده باشه. کدام عدد است؟ چند داشتین شما که 2 شا مصرف کردین 6ش مانده؟ 8. آفرین. 8 افغانی. باز هم ببینین، خانه خالی داریم، منفی 2 مساوی 9، مساوی 7 ببخشید. در اینجا ما و شما چند داشته باشیم که از او عدد خود یا از مبلغی که داریم، پولی که داریم یا میوه هایی که داریم 2 تایش کم کردیم، 7ش باقی مانده. چند بوده؟ 9. آفرین. یعنی 9 داشتیم، 9 افغانی داشتیم، 2ش کم کردیم، 7 افغانی مانده. یا 9 تا سیب داشتیم، 2 دانه سیب شه خوردیم، 7 سیب باقی مانده. 5 داریم، 5 منفی 2 میکنیم، یعنی از 5 2ش کم میکنیم. چند میمونه؟ 3. باز هم خانه خالی است عزیزا. متوجه باشین که از اینجا عدد را پیدا کنین که 3 را کم کرده باشین و 2 هم حاصلش مانده باشه، یعنی مساوی بگیریم 2 حاصل شده باشه، یعنی 2ش باقی مانده باشه. کدام عدد است؟ 5. از 5 که 3 را کم کنیم چند میمونه؟ 2. همیشه باز سرچپش متوجه باشین. اینجا ببینین 5 داشتیم، از 5 3 را کم کردیم 2 مان. باز دوره اگر اینال پس دوباره اینی تو تاره با هم جمع کنین که اینجا بر شما حاصلتان معلوم شد که سوالتان درست است یا غلط. دو داشتین، دو سر با هم که جمع کردین چی میشه؟ 5. باز هم اینی چیز در پایین داریم، 5 منفی
کدام عددی که مساوی یا حاصلش به ما و شما دو باشه؟ چند؟ سه. کدام عدد؟ سه. الهی به خاطر که خاطرتان جمع شود که آیا سوالتان درست شد حل شده یا نه، شما دو را با سه چی میکنین؟ جمع. سه و دو، پنج. آفرین. در اینجا باز متوجه باشین عزیزا که خانه خالی بر شما داده شده، علامه منفی داده شده، چهار هم داده شده، که یعنی کدام عدد اینجا باشه که چهار از او کم شود دو باقی بانه. کدام عدد است؟ شش. آفرین. هلالی به خاطر که تکرار بکنین که آیا عدد شما در اینجا که گذاشتین درست است یا نه، این دو عدد با هم جمع میکنین. چهار دو شش. در اینجا داریم هشت منفی حاصلش پنج. از هشت چند کم کرده باشه که حاصلش پنج باقی بانه؟ سه. آفرین. حال دیگه شما میتونین که زود زود جواب بدین، به خاطر که تکرار درس ما خیلی زیاد شد، شما هم میتونین زودتر جواب بدین. ما چهار داریم، سرم سرش اضافه میکنیم. مثلا پیش مثال بگوییم چهار دانه ناگ داریم، سه دانه ناگ هم سرش اضافه میکنیم. چند دانه ناگ داریم؟ چهار سه هفت. آفرین. شاگردان نازنین، در اینجا باز هم متوجه باشین عدد ها برای شما داده شده، مثال ها هم برای شما داده شده، رسوم ها هم برای شما داده شده. در اینجا مجموعا چند دانه چی داریم؟ توپ. هفت دانه توپ داریم. از هفت دانه توپ چهار دانه توپ برای یک گروه دیگه دادن که بازی بکنه. چند دانه توپ به شما باقی مانده؟ سه دانه. و پنج دانه مرغک داریم. پنج دانه مرغک داریم در یک قفس، دو تا ازی فرار میکنه یا پر میزنه. چند دانه مرغک در قفس ما؟ سه دانه. قبلا در درسای قبلی ما و شما تکرار کردیم یا خواندیم یا نشان دادیم که صفر جمع از جمع اعداد حساب میشه، یعنی صفر هیچ. تکرار میکنیم برای شما، صفر یعنی هیچ. اینجا شش دانه قلم داریم، قلم های پنسل یا رنگه، هر چی که شما میگین، چون پنسل از سر خود پنسل پاک داره. شش دانه قلم داریم که اینجا نوشته میکنیم شش. علامت منفی، منفی چند؟ منفی صفر، مساوی به شش. چرا مساوی به شش؟ به خاطر که هیچ از قلم ها کم نشد، عدد خودش ماند، یعنی هیچ کم نکرد. سه دانه سیب داریم، در مکتب میبریم، مادر ما با ما سه دانه سیب میتایی که در دسکولیم دانبانیم در مکتب در تفریح ها بخوریم، ما هیچ نمیخوریم، یعنی صفر، هیچ نخوردیم. سه دانه سیب ما چی شد؟ باقی ماند. ما در اینجا در خانه خالی با چی نشته میکنیم؟ در خانه خالی باید چی نوشته کنیم؟ سه. چرا سه؟ به خاطر که هیچ مصرف نکردیم. پنج افغانی داریم. پنج افغانی خود هیچ خرج نمی کنیم، یعنی پنج منفی صفر. چی میشه؟ پس خودی پنج. به خاطر که پنج روپیه داشتیم، پنج خود هیچ مصرف نکردیم، پنج خودش ما. در اینجا نو افغانی داریم، نو رو منفی صفر میکنیم، یعنی هیچ چیز نمیخریم از نو افغانی خود، چیزی خرچ نمیکنیم، نه قلم میخریم نه کتابچه میخریم، پیسه ما مکمل پول ما باقی میمونه. در اینجا ببینین شاگردان نازنین، ما و شما چهار تا ناگ داریم، این ناگ‌ها رو هیچ مصرف نمیکنیم، یعنی هیچ نمیخوریم، چهار منفی صفر میشه، پس خودی چهار. هفت هم از هفت منفی صفر، خود هفت. چهار منفی صفر، خود چهار. شش منفی صفر، خود شش. امیدوارم دیگه یعنی بر شما ما بتونیم فهمانده که
Her adedi re ki manfi sıfır kardim, kendi adetmiş. İyi yad şuma? Nere. İncem 7 manfi sıfır, 7. 8 manfi sıfır, kendi 8. Dersler hemşe şagirdan nazarin koşuş kunin ki tekrar bukunin. Eğer dersler şuma tekrar şahat, çünkü riyazi az, riyazi re ba maşk, ba tamrin, ba nüşte kardan, ba hal kardan, şuma xub zütar metanin yad bigirin. Da اینجا متوجه باشین عزیزا که 8 داریم در جمع هم همین چیز است. همین قسمی که بر شما گفتیم که هر عددی منفی صفر شوم خودی عدد، اگر جمع صفر شوم خودی عدد. اینجا به شما عدد 8 داده شده، جمع صفر مساوی 7 6 8. کدام عدد است؟ 8. چرا 8؟ یعنی ما با 8 هیچ چیز جمع نکردیم، پس خودش 8، خودش 8 است. اینجا یک جمع 5، یک جمع 5 کرده 7 داده، 8 داده، 6 داده، کدامش است؟ 6. چرا؟ به خاطر که 5 که جمع یک کنیم 6 میشه دیگه، 7 و 8 نمیشه. در این قسمت هم شما متوجه باشین شاگردای نازنین که 5 عدد 5 داریم، با 5 3 را جمع میکنیم. 5 و 3 با هم چند میشه؟ 6، 7، 8. آفرین، گرد 8 خط میکشه. در اینجا 6 داریم، 6 جمع 3 کردیم. 6 و 3 چند شد؟ 9. آفرین، یعنی گرد 9 رو خط میکشه. 7 جمع 2 کردیم. 7 جمع 2 چند میشه؟ 7، یک اضافه کنیم 8، یک دیگر اضافه کنیم 9. 7 و 2 9. گرد 9 رو خط میکشیم. در اینجا 5 داریم، 5 جمع 4 میکنیم. 5 تا پیشو داریم، 4 تا پیشوی دیگر رو میاریم سرش اضافه میکنیم، چند تا پیشو گک میشه؟ 9. در اینجا دوستای عزیز، شاگردای نازنین، ببینیم که 0 است. 0 جمع 9 کردیم. 0 جمع 9 چی میشه؟ خود 9. چون ما و شما دیگه عددی نداریم که امرای نو اضافه کنیم که زیاد شود، بنابراین خود نو میشه. سه جمع چهار، سه افغانی داری، چهار افغانی دیگه در سرش اضافه میکنی، چند میشه؟ 7. آفرین، گرد 7 خط میکشه. کار خانگی شما هست اینجا و ما هم کار خانگی اینجا خودیم بر شما حل میکنیم که تا بیشتر خوبتر بفهمیم. یک داریم، یک جمع 8 مساوی، چون عددها اینجا داده شده. یک جمع 8 چند میشه؟ 9. دوی که 9. آفرین، 8 روپیه داشتیم، یک روپیه سرش اضافه کردیم، شد 9. دو داریم، جمع 5 میکنیم. 2 5 6 7. بنان گردی 7 خط میکشیم. آفرین شاگردای عزیز، درسایتان رو تکرار بکنین، در خانه حتما بخونین، مشقا و تمرین ها رو حل بکنین. صفحه 46 کتاب شما که اینجا عددا داده شده، قبلا در صفحه قبلی در کار کردم بر شما، شما عددا رو در این صفحه منفی میکنین. این کار خانگی شماست. کار خانگی رو باز روز بعدی با هم حل میکنیم در سن. اگر حل کرده بودین، مشکل نبود، سوالی نداشتین، ما از این صفحه تیر میشیم. اگر سوال داشتین، دوباره برای شما کار میکنیم که سوال پیش شما گم نمانه، یعنی یاد گرفته تیر شوین. کوشش کنین شاگردان نازنین که درس یاد بگیرین، بعدن بگذارین. اگر درس یاد نگرفته تیر شوین، باز درس ها پیش رفته میره، پیش رفته میره، یاد گرفتنی درس های بعدی و شما سخت میشه. امیدواریم درس ها رو یاد بگیریم، باز و درس بعدی پیش میریم. صحت و سلامت باشین تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار.